توی این راهروها میشه تاریخ رو تنفس کرد. اینجا موزه متروپولیتن نیویورک، بخش خاور نزدیک. آثار هنری خیلی زیادی از تمدن باستان ایران اینجا نگهداری میشه. اطلاعات زیادی هم در مورد این آثار جمع‌آوری و دسته‌بندی شده. اما این فقط بخشی از معمای 40 تکه تاریخ این سرزمینه. در این شهر مردی زندگی میکنه که بیشتر از 30 ساله تمام تلاش خودش رو وقف دادن تصویری کامل از این تمدن پربار و حیرت آور کرده. نیویورک، شهر آسمان خراش ها، شهر زرق و برق و کسب و کار. اما من برای دیدن مردی به این شهر آمدم که در میانه این همه جنب و جوش به تاریخ ایران نقب می زند. در این گوشه آرام و خلوت از نیویورک، در ساختمانی بی نشان و بی نشانه، بیش از 30 سال است که بزرگترین دانشنامه تاریخ و فرهنگ ایران زندگی می کند و قد می کشد. اینجا دفتر مطالعات ایران در دانشگاه کلمبیا است. به دیدار احسان یارشاطر می رویم، بنیانگذار دایرة المعارف ایرانیکا. سلام دکتر یارشاطر. خیلی خوش شما بخیر. خیلی خوش آمد. خوربان شما منم بفرمید. خیلی ممنونم. بفرمید حبیب آسمان جی، خواهش میکنم بفرمید بنشینید. خیلی متشکرم. اینجا دفتر منه. بله بله. تمام کنم. متشکرم. چند ساله در این دفتر هستید؟ بیش از 40 سال که ما در این دفتر هستیم، یعنی در این امارت هستیم. اینجا دفتر خود بنده هست، همکارانم هم در اتاقهای دیگه هستن و پایین یک اتاق بزرگیست که ادیتورهای ما اونجا می نشینن. برای کار عظیمی که شما می کنید دفتر کوچکی نیست؟ خب اول ما این دفتر رو به ما دادند، دانشگاه داد. بعد که قدی جامون تنگ شد یک آپارتمان دیگری هم باز به ما دادن. ولی خب در طی سالها کار ما دوست پیدا کرده و هنوز هم جامون فوق العاده تنگه و امیدواریم که به زودی دانشگاه یک جای اضافی به ما بده. تا کنون 13 جلد آن از چاپ در آمده و پیش بینی می شود که تا به حرف آخر الفبای انگلیسی برسد 40 جلد خواهد شد. چند سالی است که نسخه اینترنتی دانشنامه هم راه افتاده است. 40 سال است که احسان یارشاطر بدون احساس خستگی کار می کند. حتی به رغم بیماری لغوه که از دستهایش شروع شده، در چند سال گذشته پیشروی کرده و حالا به تارهای صوتیش هم رسیده. بدون این که درست متوجه شم یک دفعه می شود ساعت 1:30 بعد از اون. بعد میرم نهار میخورم. نهار خوردن من هم یکمی بیشتر از معمول طول میکشه. علتش این رعشه ایست که من در دستم دارم. در فضایی تنگ و تو در تو که دیوارهایش را کتاب پوشانده، ویراستاران ایرانیکا مشغول کارند. مؤلفان مقاله های ایرانیکا را که از پژوهشگران طراز اول تاریخ و فرهنگ ایرانند، خود احسان یارشاطر با تیزبینی و وسواس علمیش برگزیده است. آپارتمان مسکونی یارشاطر چند قدم بیشتر با محل کارش فاصله ندارد، اما سنگینی کار حتی به او فرصت تماشای تلویزیون را هم نمی‌دهد. اون تلویزیون معروف شما در این اتاق تلویزیونی که هرگز روشن نشده؟ بله، تلویزیونی که خرید شده ولی هیچ وقت مصرف نشده. اینه؟ بله. داستانش چیه؟ میدونستم که من فرصت برای تماشای برنامه های تلویزیون، ولی چون دی از دوستان ما برای من سیدی و دیویدی و اینا میفرستن، گفتم اگه لازم باشه هیچ چیز داشته. ولی متاسفانه این هم
میفرستن، ولی من فرصت دیدن و شنیدنش رو ندارید. خب حالا ببینیم که تلویزیونتون چی داره، اگر روشنش بکنیم چیز بله شاید شما داره که تماشا بکنید. خب این روشن رو امیدوارم روشن بشه، کانال یک و بله برفک پخش میکنه. کانال های دیگر رو ببینیم، ظاهرا اصلا وصل نشده آنتنش فکر میکنم. یار شاتر در سال 1298 در همدان به دنیا آمد و در 5 سالگی همراه خانواده‌اش به کرمانشاه رفت. احسان کوچک خیلی زود هم مادر و هم پدرش را از دست داد. خاطره مادر جای ویژه‌ای در دلش دارد. گنجیشک 7 بچه می‌ذاره، یکیش بلبل در میاد و میگفتن مادر من اون بلبله، چون هم خوش‌هیکل بود و شکیل بود و عرض کنم صدای بسیار خوبی داشت و نه هم میزد. احسان با عمویش در تهران بزرگ شد. بعد از به پایان رساندن دبیرستان به دانشسرای عالی رفت و ادبیات فارسی خواند تا پایان دوره دکتری. رساله دکتریش نظریه‌ای انقلابی و جدل‌انگیز را مطرح می‌کرد، اینکه معشوق در ادبیات فارسی نمیتواند زن باشد. اشعاری هست که داد میزنه که من بود به یه جوانی چرا حافظ پیرهن چاک و غزل خوان سرهایی در دست. حالا شما مجسم کنی میتونه زن باشه؟ پیداست جوانی محض کرده بطری شرابش هم دسته داره غزل میخونه مسخرگی میکنه اون. در همان سالها اشارات و تنبیهات ابن سینا و 5 رساله دیگر را به فارسی ترجمه کرد، اما در سرش نه هوای فلسفه که سودای مطالعه زبانها و ادبیات باستانی ایران را داشت. این شور را ابراهیم پور داوود در سرش انداخته بود. پور داوود تحصیلات دانشگاهی نکرده بود و به هم دلیل هم نمیدونه چطوری باید درس بده، ولی تمام ابستار با توضیحات کافی و شافی ترجمه کرده بود. سر کلاس که می آمد اول فوق‌العاده جنتلمن بود، یک تهلجه رشتی هم داشت، از شوخی و اینها هم بدی نبود. بورسی برای ادامه تحصیل در زمینه تعلیم و تربیت از شورای فرهنگی بریتانیا در تهران گرفت، اما به لندن که رسید نزد والتر هنینگ استاد زبانهای باستانی ایران رفت. یک نابغه بود هنینگ، اصلا مقالات شد هیچ آدمیست که کهنه نمیشه، اینقدر که دانشمند عمیق و دقیق. من اوستایی میخوندم پیش هنینگ و پیش مهر بویس که بعدها شد شاید بزرگترین عالم مذهب زرتشتی. او هم چیز به من درس میداد، زبان پهلوی درس میداد. در لندن عشقی که اول آسان نموده بود یار شاتر را به مشکل انداخت. حالا چه کتابی انتخاب کرده بودیم؟ یک کتابی بود به زبان آلمانی، متن پهلوی رو به خط عبری اون وقت می‌نوشتم، ترجمهش به آلمانی. من نه آلمانی نیستم، نه خط افری میدونستم، نه پهلوی میدونستم. این معادله سه مجهولی بوده. فوری رفتم کلاس آلمانی اسم نوشتم، کلاس انگلیسی اسم نوشتم. یکی تو سر خودم، یکی تو سر این کتاب. یک سردرد و چشم دردی پیدا کردم.
سرانجام پس از گرفتن فوق لیسانس در سال 1332 موضوع رساله دکتریش را انتخاب کرد. این رساله هم که دنباله مطالعات هنینگ بود، نظریه ای انقلابی را مطرح می کرد. اینکه زبان قدیم مردم آذربایجان نه ترکی که زبانی معروف به تاتی بوده. رساله‌مو راجع به زبان تاتی جنوبی نوشتم که مربوط به اون دهات اطراف قزوین. 5-6 لهجه است که دستور زبانیشون نوشتم. در بازگشت به ایران به تدریس زبانهای باستانی ایران پرداخت، زبان کتیبه های داریوش و خشایارشا. در همین هنگام دانشگاه کلمبیای نیویورک از او دعوت به تدریس کرد. یارشاتر به دعوت دانشگاه کلمبیا پاسخ مثبت داد و به نیویورک رفت. ماندنش یک سال دیگر تمدید شد تا آنکه به تهران برگشت. استاد محبوبش پور داوود بازنشسته شده بود و یارشاتر به جای او نشست. اما کلمبیا باز صدایش می‌کرد. اون وقت دانشگاه کلمبیا من دعوت کردن که بیام این کرسی رو تصدی کنم و ایران شناسی رو توسعه بدم. در تهران یارشاتر با انرژی بیپایانش و شوق سیری ناپذیرش به آشنا کردن ایرانیان با فرهنگ و دانش جهان، مشغله های فراوان دیگری برای خودش درست کرده بود. از جمله تأسیس بنگاه ترجمه و نشر کتاب که آثار معتبر ادبیات جهان در آن به فارسی برگردانده می شد و همینطور انتشار فصلنامه راهنمای کتاب. این فهرست انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتابه، چاپ 1350. نامهای بعضی از ادبایی که کارهاشون به فارسی ترجمه شده در این بنگاه: شیلر، بالزاک، تورگنیف، شکسپیر، گوته، اسکار وایلد، ویکتور هوگو، سوفوکل، استاندال و فهرست بسیار دور و درازی است. احسان یارشاتر از نخستین نسل استادان نوگرا و دانشگاه دیده زبان و ادبیات فارسی بود که راهگشای پیوند دادن ایران به فرهنگ جهانی شدند. نسلی که پرویز ناتل خانلری، محمد معین و عبدالحسین زرینکوب را هم پرورده بود. در همین سالها زنی به زندگی یارشاتر پا گذاشت. زنی به نام لطیفه که خاطره او هم مثل خاطره مادرش هنوز عشق به چشم یارشاتر می آورد و صدای لرزانش را بیشتر می لرزاند. همسر من همسر فوق‌العاده مهربان و نازنین و وفادار و هیچ صفت خوبی نیست که در رو پیدا نمی شد. 1999 که همسر من متاسفانه دچار سرطان شد و فوت کرد. حالا که نیست، کمترین کاری که من میتونم بکنم این که گاهی به عکس هاش تماشا بکنم. البته افسوس منو زنده میکنه، ولی در این حال خوشحالم که مثلا چند دقیقه راحت تر به یاد او هست. سرانجام به نیویورک رفت. بعد از مدتی مرکز ایران شناسی را در آنجا بنیاد گذارد. کتابخانه سعید نفیسی را خرید و همراه کتابخانه شخصی خودش به این مرکز بخشید. یارشاتر در آمریکا گام در راهی نهاد که معکوس و در این حال مکمل تلاش‌هایش در ایران بود، یعنی ترجمه آثار کلاسیک ادبیات ایران به زبان‌های غربی و ژاپنی. از جمله عنوان‌های 50 کتابی که از این مجموعه منتشر شده: دیوان حافظ و خسرو و شیرین به زبان ژاپنی، تاریخ بیهقی و ویسورامین به انگلیسی. بعد نوبت به مجموعه ادبیات مدرن ایران رسید که از جمله آثاری از بزرگ علوی، صادق هدایت و منتخبی از شعر نو ایران را به زبان‌های غربی منتشر کرد. در سال 1353 با کمک 2 میلیون دلاری سازمان برنامه و بودجه، کار سنگین تهیه و تدوین ایرانیکا آغاز شد. بعد از انتشار 10 دفتر دانشنامه، انقلاب ایران پیش آمد و کارها متوقف شد. یارشاتر اما مصمم به ادامه راه بود.
پشتکار و پافشاری او سرانجام نتیجه داد و بنیاد ملی علوم انسانی آمریکا هزینه ایرانیکا را عهده‌دار شد. نیویورک یک روز دیگر را به شب می رساند، اما یار شاتر هنوز مشغول کار است. امشب جلسه هیئت امنای ایرانیکا در یکی از تالارهای دانشگاه کلمبیا برگزار می شود. اعضای این هیئت از گوشه و کنار آمریکا و اروپا گرد آمدند. اما این روزها خبرها چندان خوب نیست. در پی بحران اقتصادی جهانی، دانشنامه ایرانیکا که فقط با کمک‌های بنیاد ملی علوم انسانی و اعانه‌های ایرانیان علاقمند سر پا مانده، حالا وضع مالی مناسبی ندارد. جای تأسف که پروژه‌ای به این عظمت و به این مهمی که هویت فرهنگی ما رو واقعا تشکیل میده و شاید بشه گفت که حافظه جمعی ملت ما رو نمونش هست، نتونسته اونقدر شناخته بشه که از ایرانیانی که در سراسر دنیا هستن و این همه ایرانی که حتی تو خود آمریکا ما نزدیک 1 میلیون ایرانی داریم، کمک های حتی خیلی کم هم ما بتونیم دریافت بکنیم. یار شاتر اما از تلاش باز نمی ایستد. هر روز و هر ساعت در پی یافتن منابع تازه برای تأمین هزینه‌های ایرانیکاست. گفتگو در این باره بعد از جلسه هیئت امنا و حتی در جریان مهمانی شام نیز ادامه می‌یابد. فقط اگر 10,000 نفرشون روزی 1 دلار که یه دونه قهوه هم نمیشه به ایرانیکا کمک بکنن، این خودش بالای 3 میلیون دلار در سال خواهد شد و این میتونه تمام مشکلات مالی ایرانیکا رو حل کنه. در 40 سال گذشته یار شاتر بعضی از آثار هنری و عتیقه مجموعه شخصیش را برای تأمین هزینه‌های ایرانیکا به فروش رسانده و برخی از این آثار اکنون در موزه متروپولیتن نیویورک هستند. خب این انسایکلوپدیه احتیاج به پول داشت. من هم پیش خودم فکر کردم، من این مدتی درس دادم، تحقیق کردم، حقوق گرفتم، این که مجموعه نسبتا خوبی فراهم شد و اینها را آوردم با آمریکا. پیش خودم فکر کردم خب من یه مدتی لذت اینها را بردم، به قول معروف یک وقت برای جمع کردنه، یه وقتم برای خرج کرد. این چیزهای عتیقی که من دارم که البته خیلی هاش مربوط به هنر اسلامی، مثل کاسه و کوزه زیر خاک، اینجور چیزها و تونگ های مختلف که اینها رو ببرن در لندن حراج کن. اینها مجموعاً نزدیک به 300,000 ببخشید 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار شد. یار شاتر در آستانه 90 سالگی است، در پاییز زندگی. بیماری لغوش هر روز شدت می گیرد، اما او با خستگی و نومیدی بیگانه است. می داند که کار ایرانیکا به این زودی ها به فرجام نمی آید. از همین رو سعید امیر ارجمند را برای ادامه کار برگزیده. ایرانیکا به صورت یک نهاد دائمی باید در بیاد، چون همطور که فرمودی کتاب های تازه چاپ میشه، کشفیات تازه پیش میاد و بعد بعضی افراد که امروز زنده و ما نمیتونیم هر حالشون رو منتشر کنیم، بعد که فوت کردن بعد هر حال اینا رو بنویسیم و خیلی از مقالاتی که نوشته میشه
با تعلیم فردازه، با کشف فردازه باید که روز آمد بشه به اصطلاح. هیچ دلتون برای ایران تنگ میشه؟ الان از یا علتش اینه که من هیچ وقت خارج از کار ایران نبودم، چون تمام کارهای من با ایران ارتباط داره. بعدم میدونید وطن بیش از اون که خاک و دره و رود و کوه و ساختمان باشه، واقعا فرهنگ برای من به عنوان وطن، زبان فارسی، ادبیات فارسی، شعر فارسی و فرهنگ ایران به طور کلی وطن منه و من هیچ وقت دور از این وطن نبودم. فکر میکنید برای اینکه ایرانیکا به انجام برسه چند سال باید عمر کنید؟ من اگه بیش از این عمر رو کنم مثل آقا اون بیت معروف میشم، گفتا که پیر شوی ای پدر، بیا نفرین که در لباس دعا کرده ای ببین. نه، من الحمدلله عمر شافی و وافی کردم و دیگه هر وقت که به نقطه پایان برسم هیچ ناراضی نیستم. احسان یارشاطر، نماد 70 سال تلاش بی پایان برای شناختن و شناساندن تمدنی عظیم و خیره کننده به جهان. کار شاید بگم بزرگترین کاریست که من دیدم در مورد هنر، تاریخ، قدمت و سابقه ما ایرانی ها. از خودگذشتگی و فداکاری خود دکتر یارشاطره که واقعا زندگیش رو روی این برنامه گذاشته، هم از نظر مالی و هم از نظر به اصطلاح وقتش و سلامتیش و زندگیش. و اگر شاهنامه زبان فارسی ما رو زنده کرد بعد از خراب، یارشاطر هویت ملی ما رو با درست کردن این ایرانی‌ها به وجود آورد. این سمت‌هایی که بهش میدن استاد کاملا غلط. قدرت توانایی، اندیشش، فکرش، تسلطش به تمام قسمت‌های فرهنگی ایران آنچنانه که باید احسان یارشاطر را گفت فقط احسان یارشاطر. والا این تصمیم رو به یک اعتبار در یک حمله جنون من این کار رو پیش گرفتم که در نتیجه الان در آستانه 90 سالگی من ناچارم میبینم خودم رو که روزی بین 8 ساعت و 9 ساعت 365 روز در سال. آخه این جنونی که آدم یک کاری پیش بگیره که اول هم به عمر خودش تمام نشه، بعد موجب بشه که بدون موضوع نه روزی 8-9 ساعت کار بکنه. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران.